ناصر عبداللهی خواننده پاپ ایرانی در 10 دی 1349 در محله باغ شهر بندرعباس متولد می شود. او دوبار ازدواج کرده و 4 فرزند از او به جای مانده است. در 35 سالگی پس از گذراندن 26 روز در کما سرانجام در بیمارستان هاشمی نژاد تهران به طرز مشکوکی درگذشت و پس از 8 سال راز قتل او به دست وهابیون آشکار شد. ناصر عبداللهی فارغ التحصیل رشته بازرگانی در مقطع کارشناسی از دانشگاه پیام نور. پدرش از کارگران بازنشسته شرکت نفت و مادرش خانه‌دار بود و 4 برادر و تنها 1 خواهر به نام نسرین دارد و خود نیز فرزند سوم این خانواده. پدرشان فلوت می‌زد و محمد طیب بزرگترین پسر خانواده ملودیکا می‌نواخت. ناصر عبداللهی به خاطر اتفاقی که در کودکی در جلوی چشمانش افتاد، قدرت تکلم خود را از دست داد و تا چند سال قدرت حرف زدن را نداشت و در ادا کردن کلمات نیز مشکل داشت. خانواده عبداللهی خیلی تلاش کردند تا اینکه بالاخره دکتری در شیراز با آنها گفت که تنها راه نجات ناصر در خوانندگی است و سپس خانواده با خریدن 1 ملودیکا او را به سمت دنیای موسیقی هل دادند. او از سال 1366 با بابک غفوری برادر فهیمه غفوری در یک گروه موسیقی به نام فریاد ساحل آشنا شد و این رفت و آمدها باعث علاقه ناصر 18 ساله به فهیمه شد که در نهایت در سال 67 منجر به ازدواج شد و حاصل این ازدواج تولد 3 فرزند به نام‌های نوید، نازنین و نامی. عبداللهی فعالیت‌های هنری خود را از سال‌های نوجوانی در صدا و سیما و حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی استان هرمزگان آغاز کرد و برای ادامه فعالیت در سال 75 همراه با همسرش به تهران آمد. سال 82 بود که آنها با اینکه علاقه زیادی به هم داشتند به این نتیجه رسیدند که بهتر است که زندگیشان را جدا از هم ادامه دهند. ناصر عبداللهی در همان سال پس از جدایی از همسر اولش به خواستگاری همسر دومش یعنی فاطمه فهیمی رفت و به خاطر دوستی که با پدر همسر دومش داشت خانواده فهیمی را به خوبی میشناخت و همین شناخت باعث شد او فاطمه را برای زندگی مشترک انتخاب کند و حاصل آن ازدواج تولد دختری به نام نینا شد. ناصر عبداللهی در 3 آذر 85 در بندرعباس به دلایل نامشخصی بیهوش شد و به کما رفت و پس از گذراندن 26 روز در کما سرانجام روز 29 آذر 1385 در 35 سالگی در بیمارستان هاشمی نژاد تهران درگذشت. علت فوت در پرونده پزشکی و پزشکی قانونی نارسایی کلیه، مسمومیت دارویی و شکستگی جمجمه درج شده است. تا سالها شایعات فراوانی درباره علت مرگ وی وجود داشت. از کشته شدن با ضربات چاقو تا شایعه اعتیاد او به مواد مخدر. تا سالها خانواده عبداللهی به دلیل تفکرات بومی و برخی محدودیت‌ها از بازگویی این ماجرا خودداری می‌کردند. تا اینکه در مهر 93 و پس از گذشت 8 سال راز این قتل برملا شد. 7 سال پیش همسر ناصر عبداللهی بعد از یک جر و بحث مختصر با وی به حالت قهر به منزل پدریش می رود. ظهر همان روز ناصر برای بازگرداندن همسرش سراغش می رود. مدت ها بود که بین خانواده همسر وی و ناصر بحث هایی در مورد دلایل اجرای قطعه یا فاطمه رخ داده. دایی های همسر وی به شدت از این موضوع عصبانی هست. ظهر همان روز ناصر که برای بازگرداندن همسرش به محله پدر همسرش می رود گویی وارد کارزاری شده که افراطیون منتظرش بودند و به سرکردگی دایی‌های همسرش و وهابی‌ها مورد حمله و ضرب و شتم قرار می‌گیرد. بعد از این درگیری شدید پیکر خون‌آلود ناصر به منزلش برده می‌شود و در حیات خانه روی تخت رها می‌شود. سر خانواده بعد از چند ساعت و بدون اطلاع از ماجرا به خانه می‌آید و با تصور خواب بودن پدر توجهی به وی نمی‌کند. صدای خرخر پدر پس از دقایقی توجه پسرش را جلب می‌کند تا به سمت پدرش برود و با برگرداندن پدر به سمت خودش متوجه آثار ضرب روی صورت پدر می شود. از پدر داستان را می پرسد و ناصر در جواب می گوید که از جایی سقوط کرده و مشکلی نیست. به اصرار پسر به حمام برده می شود. ولی به دلیل ضعف عمومی از حال رفته و تا رسیدن به بیمارستان به کما می رود. یادش گرامی. ممنون که تا اینجا همراه من بودین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایکش کنین و کانال منو سابسکرایب کنین. منتظر نظراتتون توی کامنت هستم.